عربستان سعودی با تشدید شیوع کرونا در منطقه همچنان مجوزی برای ورود زائران خارجی به این کشور صادر نکرده است. علاوه بر این همه پروازهای بین المللی عربستان از عواست پاییز سال جاری متوقف شد و هیچ زائر خارجی امکان تشرف به خانه خدا و انجام مناسک عمره مفرده را نداشت و در این مدت با وجود باز بودن درهای مسجد الحرام فقط افراد ساکن در عربستان امکان زیارت کعبه را داشتند به گفته منابع آگاه قرار بود این توقف تا نیمه ماه شعبان اعمال شود و پس از آن برای برپای عمره مفرده با حضور زائران خارجی به ویژه در ماه مبارک رمضان تصمیم گیری شود اما در تصمیم جدید عربستان از توقف پروازهای بین المللی در ماه رمضان خبر داده است بر همین اساس تا پایان ماه مبارک رمضان همچنان سفر به عربستان برای زائران خارجی و انجام مناسک عمره مفرده برای آنها امکان پذیر نیست و بسیاری از مردم کشورهای اسلامی همچون هند، مالزی، پاکستان، عراق و سوریه که در ماه مبارک رمضان سالهای گذشته زائر سرزمین وحی بودند امسال به دلیل شیوع کرونا نمی توانند آزم خانه خدا شوند البته سال گذشته نیز به دلیل شیوع کرونا در جهان پروازهای عربستان لغو و حتی درهای مسجد الحرام به روی زائران بسته شد و هیچ زائری امکان تشرف به کعبه نداشت امسال نیز با, تاو... با تداوم کرونا هنوز عربستان آمادگی لازم برای پذیرش زائر خارجی را ندارد عربستان یکی از کشورهایی است که واکسیناسیون علیه کرونا را آغاز و حتی شرط پذیرش زائر خارجی در ایام حج تمتع را تزریق واکسن کرونا اعلام کرده است این امر در حالی است که هنوز تفاهم نامه حج تمتو نیز با هیچ کشوری به امضا نرسیده است.